محترم، اخبار این ساعت توجه بفرمایید. فرماندار نظامی تهران و حومه اعدامی شماره یک خود را به این شهر منتشر کرد. دولت شاهنشاهی ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه 1357 مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در بعضی از شهرهای کشور اعلام نمود. مردم بی توجه به اعلام حکومت نظامی به خیابان‌ها می‌آیند. شدیدترین درگیری در میدان ژاله رخ می‌دهد که به خاطر همین کشتار به میدان شهدا معروف می‌شود. یک روز بعد از کشتار جمعه سیاه، امام خمینی اعلامیه‌ای صادر می‌کند. ای کاش خمینی در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می‌شد. I think is the turning point. That's where it went from being demonstrations and opposition to the Shah publicly to being a major revolution, basically where it was clear that the Shah had lost control of the situation. First time that there were any anti-American sentiments expressed in demonstrations. اولین باری که احساسات ضد آمریکایی در تظاهرات ایران نمایان شد بعد از واقعه جمعه سیاه در سال 1978 بود که در آن صدها و شاید هزاران نفر، شمار دقیق کشته شدگان تا کنون مشخص نشده، کشته شدند. آن روز از ساعت 6 صبح در تهران و چندین شهر بزرگ دیگر حکومت نظامی اعلام شده بود. بعد از آن واقعه کارتر بیانیه‌ای صادر و حمایت خود را از شاه ایران اعلام کرد. از آن زمان بود که احساسات ضد آمریکایی در ایران شکل گرفت. روز بعد از جمعه سیاه، 18 شهریور، کارگران پالایشگاه نفت تهران اعتصاب می‌کنند. 20 شهریور، پالایشگاه‌های اصفهان، تبریز، شیراز و آبادان هم به اعتصاب می‌پیوندند و 22 شهریور، کارخانه سیمان تهران اعتصاب می‌کنند. محمد رضا پهلوی خشمگین از این مسئله دستور مجازات کارکنان اعتصابی را می‌دهد. امام نسبت به این اقدام واکنش نشان میدهد. به شما میگم که اگر چنانچه شما را ترسوندن، چنانچه دیروز اینا را ترسوندند و اعلی حضرت فرمودند که اینا را باید محاکمه کرد، من که تو چه کاره ای که اینا را میگی محاکمه کرد؟ تو که حالا یه شاه نیستی، توی آدم یاقی هستی، محاکمه کی محاکمه کنه اینا را؟ در همان ایام در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، امیر خسرو افشار وزیر خارجه ایران با همتای عراقی خود مذاکره می کند تا عراق فعالیت‌های امام خمینی را محدود کند. در نتیجه خانه امام خمینی در نجف محاصره می شود. امام قصد خروج از عراق و عزیمت به کویت را دارد، اما دولت کویت اجازه ورود نمی دهد. اینجا برای اینها محصور داشت، به واسطه محضور ما نخواستیم اینها در محضور واقع بشن. از اونجا ما هم دایر بودیم اینکه اینجا باشیم و ادای وظیفه نکنیم تو هر جا و ادای وظیفه شرعیه بکنیم. شما آقایون موظفید که به تکالیفتون عمل بکنیم و مستقیم و مستقر در کارتون باشیم و احساس وحشت از هیچ چیز نکنید. من دعا میکنم به شما، شما همراه کنید که اسلام مسلم و سلام علیکم. امام در مشورت با حاج احمد آقا تصمیم دیگری میگیرد. 14 مهر 57 ساعت 16:50 دقیقه امام به فرودگاه اورلی پاریس میرسد. فقط برای اولین بار و آخرین بار، فقط یه بار مشعل رو بلند میکنیم، فقط یه بار میگیم الله اکبر. حکومت پهلوی تصور می‌کند با دور شدن امام از نجف سر و صدای انقلاب بخوابد، اما نوفل‌لوشاتو محل اقامت امام مرکز خبر جهان می‌شود. صبح امروز تعداد زیادی خبرنگار از سراسر عالم به اینجا آمده و در صدد کسب خبر هستند. فرماندهان نظامی برای پایان تظاهرات پیشنهاداتی را به پهلوی ارائه می‌دهند. من این طرحو بردم و به عرض رسوندم و قبلا اشاره کردم که علازت انقلاب اول باید بکوبین، بعد ببینید چرا انقلاب شده. اگر معطل بشین انقلاب موفق میشه. The question is beginning to arise, how long the present government here can last with almost daily fighting on the streets. این سوالی بود که سفیر آمریکا و معاونش در ایران به دنبال جواب آن در ضیافت درباریان و فرماندهان نظامی حاضر می‌شوند. We were invited to this party
We both went around quite separately talking to the various generals and admirals. When I asked General Rabi how things were going, he said, no problem at all. So I went over to Admiral Habib al-Balahi and I asked the same penetrating question, how are things going? می گفتیم که وضع ما درسته، ارتش سر جاشه، این حالت پیدا نشه که داره رژیم متزلزل میشه کم کم. Here we were, the country was in turmoil, and there was not one significant mention of political problems, disorder, or anything. امام خمینی به مردم دستور میدهد که خیابانها را ترک نکنند. سفیر آمریکا به واشنگتن گزارش می‌دهد که رژیم شاه در خطر است. کارتر دستور نشست فوری می‌دهد. Our presumption was that the United States policies would be better off if the Shah did stay in power. Brzezinski felt we should make it very clear to the Shah that we would not object in any way if he decided to really crack down very hard and use what Brzezinski came to call the iron fist. شاه با سفیر آمریکا ملاقات میکند تا چاره را از او بجوید. اعلیحضرت صحبت این کردن که آیا آمریکا میخواد که من با شدت عمل به خرج بدم یا نه. کارتر به جنرال هایزر مأموریت داد تا اوضاع را به میل آمریکایی ها سامان دهد. Brzezinski and Carter were sending messages of full support to the Shah. کارتر و برژنسکی به شاه پیام دادند که به طور کامل از او حمایت می‌کنند. آنها حتی یک فرمانده ناتو و ژنرال خود را به تهران فرستادند تا به ارتش ایران در سازماندهی یک کودتا کمک کنند. تا بدین ترتیب مشکلات خاتمه یابد و شاه به تخت سلطنت بازگردد. My instructions were to give United States assurances to the military of Iran that we would support them. His mission was to go out and see if the Iranian military had the stomach to attempt a coup and to suppress the revolution. You had to have plans. You know, the immediate thought of these generals and admirals was to do what you're talking about, that they take control. But when asked how, they were speechless. And he was sort of another pole of authority outside the diplomatic authority, which was William Sullivan, the ambassador. And Heiser was basically asked to go to Iran in order to take the pulse of the Iranian military and perhaps stiffen them in their resistance to the street demonstrations, see if they were loyal to the Shah. And he was sort of brought in as an emissary to the Iranian military. شاه این بار بختیار را که از جبهه ملیون بود به عنوان نخست وزیر معرفی میکند تا بدین صورت اوضاع را آرامتر کند. I hope that we can settle all dispute and misunderstanding between the king and the nation. We hope. محمد رضا برای بار دوم در طول حکومت خود از کشور فرار میکند. احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. Shah was gone. The parliament had never amounted to anything. It was never a significant factor. There were no other, you know, major institutions in the country that could step in. So you didn't have the monarchy. You didn't have basically, and then the whole economic system was in collapse at the same time because of the oil, primarily. So the only thing left was the military. امام از مردم میخواهد تا به سربازان گل هدیه بدهند و از ارتش و نیروهای نظامی میخواهد تا به صفوف مردم بپیوندند. رهبر نهضت مصرانه در صدد بازگشت به ایران است. درباره پهلوی نقشه‌های خطرناکی دارد. بحث این بود که در اول که جلوش گرفته بشه و نیاد. حتی پیشنهاد این بود که یکی دو تا پیشنهاد هم که داشتیم این بود که اصلا هواپیمای یا هلیکوپتر که ایشون بیان استفاده کنن و زده بشه رو هوا. امام بی توجه به هشدارهای اطرافیان مبنی بر در خطر بودن جان امام خمینی به قصد تهران فرانسه را ترک می کنه.
گزارشگر تلویزیون آلمان در سفر پاریس به تهران اجازه می‌یابد تا به کابین شخصی امام برود. Sonne ging gerade auf, es war die Zeit des Morgengebets. Jedenfalls, ich habe ihn nie wieder so aufgeräumt gesehen wie an diesem frühen Morgen. Das ist das einzige Mal, dass ich ihn entspannt gesehen habe, habe lächeln gesehen. در یکم فوریه خمینی وارد ایران شد. جنرال های ایرانی یعنی خسروداد و ربیعی به من گفتند که وقتی هواپیما فرود اومد اونها کنترل هواپیما رو در دست خواهند گرفت، انقلابیون رو خواهند کشت و اجازه خواهند داد که خبرنگاران از این اعدام فیلم بگیرن و اونها سپس به فرانسه باز خواهند گشت. من گفتم میرم تا ببینم. من به همراه گزی در بنای شهیاد ایستادیم. هواپیما فرود اومد و یک هلیکوپتر رسید. به جای اون که اون رو بکشن طرح اندکی تغییر کرد. جنرال تصمیم گرفت تلاش کنه تا جون خودش رو نجات بده. 12 بهمن ماه 1357 امام خمینی پا به خاک ایران میگذارد. جنرال های شاه از قدرت خمینی و مردم مات شده اند. خیابونا مثل اقیانوس اطلس که در طوفان باشه موج. شرایطی بود که دیگه کاری نمیشد. من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم. آمریکایی ها دیگر جزیره ثباتشان را از دست رفته میبینند. بختیار هم از کشور میگریزد و انقلاب در 22 بهمن ماه به پیروزی نهایی میرسد.